بادیگارد خودت و خانوادت باش. آموزش سفت و صد بوکس قسمت ششم دوستان. تا اینجا دوستان حرکات دفاعی پار کامل یاد گرفتیم و قرارمون این شد که تا یه تکنیکی رو یاد نگرفتیم نیام سراغ تکنیک بعدی. اگر که میخواید به اون هدفی که من براتون، اون تارگتی که من براتون در نظر گرفتم برسید، پله به پله بیاد جلو. خوب که اون پنج قسمت رو فول شدید، بیاید قسمت ششم. این قسمت دوستان میخوام بهتون گارد دست رو آموزش بدم. گارد پا رو که دیگه همگی فول شدیم. پا نباید توی یه خط باشه. این پا مرکز ثقل وسط و از تقسیم خیلی روون لخت زاویه پا هم رو به اوریبه. مستقیم نیست. یه کوچولو اوریب مارن. مدلای مختلفی داره دوستان گارد دست برای گرفتنش. اول بهتون توضیح بدم گارد دست این هست. خب حالا ما قبل از این باید مشت کردن دست رو آموزش ببینیم. چه جوری دستمون رو مشت کنیم؟ این دست منه. اوکی؟ این میشه شست میاد اینجا. ببینید کاملا دوستان این دست مشت میشه، شست میاد اینجا. شست رو تو نمیخونیم، دستمون رو اینجوری نمیخونیم. دست کاملا مشت، شست هم میاد اینجا. این مشت. خیلی باهاش کار داریم. اول دستمون رو مشت میخونیم. آرنجا رو میچسبنیم به هم دیگه. میایم بالا. یه یازده دوستان. یازده. دو تا خط موازی میشه گاردمون. دست مشت. یه خط 11. آرنجا نباید باز باشه. دنده هامون آسیب میبینه. آرنجا چسبیده. این میشه گارد. حالا نکاتی که باید توی گارد رعایت کنیم. یه مدل دیگه هم هست. دست رو میاری بالا. دست مشت. میاد پایین. دست رو میاریم جلو. میایم اینجا. دست پایین. اینجا. کاری به اونا دیگه نداریم. فقط اینو بهتون بگم که گارد باید از فک محافظت کنیم. چون بهش میگیم مثلث مرگ. ما بدن رو میتونیم سفت کنیم که هیچ مشکلی پیش نیاد. هر چقدر ضربه بخوری، مثل کیوکوشینکارا دیدین خیلی سفتن، بدن رو میتونیم سفت کنیم، فک و سر رو نمیتونیم سفت کنیم. کوچکترین تاچ به فک ناک اوت، تمام فینیش. پس باید از فکمون کاملا محافظت کنیم. آرنج چسبیده، دست روی گونه، دست راست، دست راست روی گونه، دست چپ جلوتر. دید از بین دوتا مشت دوستان. این نیست، اینم نیست. این چسبیده، اینم اینجا یکم جلوتره، یکم فاصله داره دوستان. آرنج باز نیست، آرنج موازی. هر دوتا دستمون موازی با هم دیگه است. این میشه گارد ما. یه نکته دیگه که داره دوستان، مچ دست باید یه کوچولو بشکنه رو به داخل. این یعنی مشت اینجوری، گارد اینجوری نمیگیریم. یه کوچولو دست میشکنه رو به داخل. به این حاله. حالا باید اونقدر تمرین کنیم که توی چلنک، توی جلو رفتن، توی عقب اومدن، توی ساید استپ کردن، توی همه حرکات این دستمون پایین نیاد، بالا نیاد، باز نشه. اکثر ناک اوتو دوستان توی همین پایین اومدن یه ثانیه. یه کوچولو دستت بیاد پایین، بیوشه. پس از مثلث مرگ به خوبی محافظت میکنه. حالا میخواییم با گارد یه خورده حرکاتی که یاد گرفتیم و انجام بدیم. رقص پا، رقص پا، جلو رفتن، عقب اومدن، جلو، عقب. میام جلو، میام عقب. پیوت، پیوت. استپک. جامپینگ، جلو رفتم، دست پای مخالف، ساید استپ، میام جلو، میام جلو. ببینید دید از بین دوتا مشت، این چسبیده به گونه، موازی. این همین مش هم یکم شکسته رو به داخل. دست ها رو بندازیم. وقتی بهتون گفتم گارد بگیرید خیلی سریع، تو مسابقه، تو درگیری خیابانی
دیدی طرف میخواد به حمله کنه، سری گارد میگیری. بهترین حالت دفاع گارد، کامل همه جا پوشیده است. گفتم که از فک باید خیلی محافظت کنی. رقص پا بچه ها، این از گارد کامل یاد گرفتین؟ صدتون نمیاد؟ یس نم. بریم برای تمرین بعدی عزیزای دلم. حالا میخوایم که حالت گارد چرخش پاشنه واسن کت بزنیم. یک دو جلو عقب، یک دو از این زاویه. مثل همونو دستمون پایین بود انجام میدادیم، حالا دستمون اومده روی گارد. گفتم قبلی ها رو یاد بگیرید، اینا دیگه آسون میشه. بریم برای آموزش چپ، راست و بقیه ضربات. دوستان ما توی بوکس چند نوع ضربه داریم. یه سری ضرباتی هست، ضربات از راه دور، جنگ از راه دور که ضربات مستقیم میشه چپ و راسته. یه سری ضربات داریم بهش میگیم ضربات دایره ای که هوک و آپرکاته. هم به فک میزنیم هوک و آپرکات، هم به فک هم به بادی، به بدن. الان میخوام بهتون ضربه چپ آموزش بدم دوستان. ما چرخش پاشنه باسن کت رو یاد گرفتیم دیگه، الان فقط میخواد مشتمون رو باز کنیم به همین سادگی. ببینید دوستان، من گارد گرفتم، پامون رو میچرخوندیم دیگه، از زمین نیرو میگیریم، میاد باسن کت، دست باز میشه. ببینید دوستان، دست باز، پا 45 درجه چرخش، ضربه بین دوتا ابروی خودمون میخوره، ضربه مستقیم. چی شد؟ چرخش، ضربه، جمع، ضربه، جمع. چند تا نکته داره دوستان، ضربه، جمع. اولین نکته اینه که ضربه رو ما میزنیم بین دوتا ابروی خودمون، اوکی؟ توی یه نقطه، این توی بین دوتا ابروی خودمون. اگه یه آینه داشته باشیم تو خونه خیلی راحت، الان ببینید جلوی من آینه هست، میزنم بین دوتا ابروی خودم. نکته اول چی شد؟ پس میزنم اینجا. نکته دوم، زمانی که دست چپا میزنم، دست راستم به هیچ عنوان از فکم جدا نمیشه. این نمیشه، دست سر فک. یک، ببینید کامل فک رو میبوشونم. یک. نکته دوم، زمانی که ضربه چپا میزنیم دوستان، باید دست رو بچرخونیم. این نیست، دست باید بچرخه که این پشت بازو بیاد فک رو محافظت کنه. کلان حرکت بیومکانیکیش اینه. ببینید ضربه میچرخه. چرخش ضربه، این مستقیم نیست، چرخش ضربه. وقتی میچرخه دوستان ببینید پشت بازو میاد بالا. یک. پس این شد نکته سوم. نکته اول، بین دوتا ابرو ضربه میزنیم. نکته دوم، دست از فک محافظت میکنه، ضربه میزنیم. نکته بعدی، دست دوباره بر میگرده سر فک. کجا بود دستمون؟ ضربه بر میگرده. رقص پا، چپ. یک دو سه چهار. این شد ضربه چپ. حالا با همدیگه اینو تمرین میکنیم. بریم، رقص پا، چلنک، جلو عقب. یک دو سه. از روبرو دست چسبیده. یک دو سه. جلو
عقب. اولین تمرینی که باید انجام بدی 100 تکرار ضربه چپه. الان که یاد گرفتی چپو رقص پا، همه دفاع رو انجام میدی، جلو رفتن، عقب اومدن، ساید استپ کردن، چپ، این یک، چپ، این دو، رقص پا، جامپینگ، چپ، این سه. با تمام این دفاع 100 تا ضربه چپ میزنی. اینو که انجام دادی میای تمرین بعدی، یعنی الان تا 100 تا چپو نزدی تمرین بعدی رو انجام نده. جلو آینه وای میستی، اول گارد، مچ شکسته، دست چسبیده، یک. این شو ضربه چپ با اون. دوستان از امروز به بعد دیگه بهتون تمرینم میدم، علاوه بر آموزش باید یه سری تمرین رو حتما انجام بدید، بعد بیاید سراغ آموزش بعدی. تمرینمون چی شد؟ تمرین این قسمت رقص پا، هر چیزی یاد گرفتیم، چپ، دست پا مخالف، چپ، 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 چپ موافق، چپ رو به راست، چپ رو به چپ، چپ رو به چپ، چپ رو به راست، چپ رو به جلو، چپ موافق. هر چیزی یاد گرفت باید 100 تا مشت بزنید. همه این دفاع رو خاطی میخونید با مشت ها که جلسه بعد فول فول باشید. رقص پا، چپ، پیوت، رقص پا، چپ، پیوت، رقص پا، چپ، ساید استپ، رقص پا، چپ، رقص پا، چپ، رقص پا، چپ، رقص پا، چپ، رقص پا، چپ. این 10 تا 100 تکرار باید بزنی. 100 تا رو که زدی استراحت کن، خوب نفس بگیر، دوباره 100 تا میشه 3 ست. یعنی 3 ست 100 تایی چقدر؟ 3 تا 3 شد. 3 ست 100 تایی باید اینو بزنی، 300 تا مشت. رقص پا کامل، چپ، دفاع، هر چیزی یاد گرفتی، استپ بک، جامپینگ کامل که اینو رو انجام دادید میای سراغ تمرین بعدی. این برای این قسمت کافیه. مرسی که همراهمون بودید. اگه دوست داشتید لایک و کامنت بذارید و حمایت کنید دیگه تا پرقدرت بریم جلو. تمرین فراموش نشه، 3 تا 100 تا ضربه چپ. تا قسمت بعدی خدا نگهدار، مواظب خودتون باشید. بهترین دفاع شخصی بوکس. خداحافظ شما.